دولت آلمان اعلام کرده است به منظور بهبود وضعیت پناهجویان در این کشور میلیاردها یورو به دولت‌های فدرال و شهرداری‌های این کشور کمک می‌کند. اطلاعیه دولت آلمان برای تخصیص پول بیشتر برای مقابله با بحران پناهجویان پس از گفتگوی خانم آنگلا مرکل با رهبران احزاب ائتلافی در دولت منتشر شد. علاوه بر 3 میلیارد یورو کمک مالی به دولت‌های محلی، رهبران احزاب ائتلافی به توافق رسیدند که بررسی تقاضای اقامت پناهجویان را تسریع بخشند. بخشی از این مبلغ برای تهیه محل اقامت برای پناهجویان تازه وارد و کمک هزینه مالی صرف خواهد شد. به گفته وزارت کشور آلمان این تصمیم استثنایی در جهت مقابله با بحران انسانی بوده است و مقررات دوبلین اتحادیه اروپا همچنان برقرار است. مقررات دوبلین میگوید رسیدگی به وضع پناهجویان باید در اولین کشوری صورت گیرد که وارد آن میشوند. بر اساس تخمین ها آلمان تا پایان سال جاری میلادی میزبان 800 هزار پناهجوی جدید خواهد بود. آلمان از کشورهای دیگر اروپا خواسته است که آنها هم پذیرای مهاجران بیشتری باشند. در همین حال منتقدان دولت آلمان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را متهم کردند که با باز کردن مرزها به روی موج عظیم پناهجویان رویه خطرناکی را پیش گرفته است. با توافق مجارستان با اتریش برای تسهیل سفر پناهجویان حدود 18 هزار نفر در 2 روز گذشته وارد آلمان شدند. پیشتر مجارستان مرزهای خود را برای ورود پناهجویان به اروپای غربی بسته بود، اما روز جمعه این محدودیت را برداشت و بسیاری از پناهجویان را به مرز اتریش منتقل کرد. در تحولی دیگر پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک از هر قصبه تحت نظر این کلیسا خواسته است تا یک خانواده پناهجو را پذیرا شوند. بنابراین گزارش دو قصبه در خود واتیکان نیز برای این کار پیش قدم شدند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه 15 شهریور گفت هر قصبه، هر جامعه دینی، هر صومعه و هر محرابی در اروپا به یک خانواده پناهجو راه دهد. قصبات کلیسای کاتولیک در یک منطقه جغرافیایی نسبتاً محدود هر یک بخشی از یک اسقف نشین به شما رفته و معمولاً زیر نظر یک کشیش اداره می شوند. پاپ فرانسیس در سخنرانی مراسم نماز روز یکشنبه در میدان پتروس قدیس در واتیکان گفت ده ها هزار نفر از پناهجویانی که با فاجعه روبرو شدند در گریز از مرگ، قربانی جنگ و گرسنگی اند و در آرزوی آغاز زندگی نوین. انجیل از ما خواسته است تا همسایه بی‌پناه‌ترین ها باشیم و به آنها امیدی راسخ بدهیم. به گفته پاپ فرانسیس واتیکان خود پیش قدم شده و دو قصبه آن دو خانواده پناهجو را پذیرایی می کنند. رهبر کلیسای کاتولیک از اسقف‌ها و شبانان واقعی کلیسا خواسته است تا از او و خواسته‌اش حمایت کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN که شامگاه یکشنبه 15 شهریور ماه از این شبکه پخش شد، با بیان اینکه ایران و روسیه مسئول بروز بحران آوارگان در اروپا هستند گفت این کشورها هرگز به دنبال میانجیگری در اوضاع سوریه نیستند و همواره از بشار اسد حمایت کرده و هرگز به این موضوع که چگونه باید این رهبر ظالم را از قدرت ساقط کرد فکر نمی کنند. آقای اردوغان در ادامه ایران و روسیه را حامیان اصلی بشار اسد خواند و گفت من به صراحت این را می گویم برای اینکه قبلا با رهبران ایران و سوریه حرف زدم. من باید این حرف را بزنم چون ناراحت هستم. آنها سلاح و پول در اختیار رژیم سوریه می گذارند و از آن حمایت می کنند. تمام تلاش ایران و روسیه بر حذف مخالفان سوری متمرکز شده است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت گروه تروریستی دولت اسلامی در همبستگی با رژیم سوریه عمل می کند و بشار اسد در حال حاضر اصلی ترین حامی این گروه است. آقای اردوغان در مصاحبه خود با CNN اتحادیه اروپا را متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان PKK کرد و گفت اتحادیه اروپا که خود PKK را سازمانی تروریستی می داند همیشه با اعضای این گروه کنار آمده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آنها پناه دادند. اعضای اتحادیه اروپا حتی به رهبران PKK فرصت نمایش قدرت در کشورهای خود را دادند.
او در ادامه مدعی شد که کشورهای غربی همیشه پشت ترکیه را در مبارزه با ترور خالی کردند، اما با این حال آنکارا بدون توجه به این امر تا آخر به پیکار خود با پیکاکا ادامه می دهد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت کشورش به عنوان عضوی از ائتلاف بین المللی از مبارزه با گروه دولت اسلامی نیز دست نخواهد کشید. اردوغان پیکاکا را تهدید تروریستی اولیه برای ترکیه خواند و گفت داعش تهدید تروریستی ثانویه برای ترکیه به شمار می رود. اروپا در حال حاضر با بزرگترین بحران پناهجویی که در چند دهه پیش بی سابقه بوده دست و پنجه نرم می کند. وزیر خارجه لوکزامبورگ روز شنبه گفته از میان 300 هزار پناهجویی که از ابتدای سال 2015 میلادی وارد اروپا شدند، 46% سوری و 12% افغان بودند. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهد شمار پناهجویان سوری که به دلیل جنگ داخلی مجبور به ترک زادگاهشان شدند از مرز 4 میلیون نفر گذشته است. یک روز پس از انتقادات شدید و لحن رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز در یادداشتی برای روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماین سایتونگ از اتحادیه اروپا به دلیل سهم بسیار اندکی که در رفع بحران پناهجویی ایفا می‌کند به شدت انتقاد کرد. احمد داوود اوغلو در این یادداشت که روز دوشنبه 16 شهریور ماه در این روزنامه پرتیراژ منتشر شد نوشت اتحادیه اروپا سهم مسخره کوچکی را ایفا می کند، در حالی که ترکیه به تنهایی پذیرای 2 میلیون پناهجو از عراق و سوریه بوده است. احمد داوود اوغلو در همین رابطه حجم کمک مالی را که اتحادیه اروپا برای حمایت از ترکیه در راستای پذیرش پناهجویان در نظر گرفته اندک دانسته و نوشته است به نظر می رسد این واکنشی راحت طلبانه بوده که مشکلات به دوش ترکیه انداخته شوند تا در عوض قلعه مسیحی اروپا ساخته شود. به نوشته نخست وزیر ترکیه اکنون وقت آن رسیده که اروپا بالاخره در مورد موضوع مهاجرت رویه یک دست و هماهنگ اتخاذ کند. او نوشته ترکیه به عنوان نامزد درخواست عضویت در اتحادیه اروپا نمیتواند تصور کند که چنین رفتاری از سوی اکثریت کشورهای اروپایی سر زده و از آن استقبال میشود. بحران پناهجویی اکنون بحث تلخی را بر سر چگونگی تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به راه انداخته است. کمیسیون اتحادیه اروپا پیشتر تلاش کرده بود تا با در نظر گرفتن سهمیه‌های اجباری کشورهای عضو را مجبور به پذیرش شمار بیشتری از پناهجویان کند، اما این تلاش تا کنون با مخالفت برخی کشورها به جایی نرسیده است. ترکیه به عنوان بزرگترین سکونتگاه آوارگان سوری و هم به عنوان اصلی ترین گذرگاه مهاجران سوری به سمت اروپا محسوب میشه. این روزها که به شدت بحث آوارگان سوری داغ شده، مقامات ترکیه هم البته از عملکرد برخی کشورهای اروپایی در برخورد با مهاجرین سوری انتقاد میکنن. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته که من تصویر آلان کودک 3 ساله سوری رو وقتی که در منزل بودم دیدم و گریه کردم. او صراحتاً کشورهای غربی رو مسئول آوارگی مردم سوریه دانسته. وقتی که خبرنگار CNN از آقای اردوغان پرسید یعنی به نظر شما غرب مدیترانه رو به گورستان تبدیل کرده، او پاسخ داد حقیقت همین استش. آقای اردوغان گفته در حالی که ترکیه 2 میلیون آواره سوری رو پذیرفته، برخی کشورهای غربی از پذیرش آنها خودداری میکنند. اما اشاره بکنم در همین حال اجلاس وزرای دارایی و بانک مرکزی گروه J20 که در ترکیه برگزار شده بود، موضوع پناهندگان و تروریسم رو یکی از مهمترین موضوعات خودش قرار داد. خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول موضوع آوارگان رو گفت که یک تراژدی انسانی هستش و از همه کشورها به ویژه کشورهای غربی خواسته که در این زمینه تلاش بکنن و درهای خودشون رو به روی آوارگان باز بکنن. هرچند میهمان نوازی خیره کننده آلمان‌ها و تصمیم به پذیرش آوارگان سوری البته اشک شوق آورده به چشمان همه آنانی که دلنگران رنج و آوارگی مردمان سوریه بودند و در میان همه خبرهای تلخ این مدت باید گفت این استقبال خبر خوشحال کننده بود. با این همه هنوز موج مهاجرت از این سو از گذرگاه ترکیه
ادامه داره و همین گشوده شدن درهای آلمان و اتریش به روی آوارگان در واقع انگیزه دوچندانی شده برای دیگر آوارگان سوری که به هر شکل ممکن خودشون را از مسیر مدیترانه به این کشورها برسونن. خبرها در این باره زیاد هستش، در گزارش‌های پیش رو حتما به اونها خواهیم پرداخت. اما در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هر گونه حضور نظامی روس‌ها در سوریه رو رد کرده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از سربازان روسی منتشر شده که اونها رو در کنار نظامیان اسد و در شهرهای مختلف سوریه نشان میده. بر روی هرچند ما نمیتونیم صحت این تصاویر و زمان اونها رو تایید یا رد بکنیم، اما به هر روی این تصاویر به شکل واضحی حضور نظامیان روسی در سوریه رو نشان میده. هرچند که اشاره بکنم روسیه از مدت ها قبل در نزدیکی بندر لازقیه پایگاه نظامی رو داشته، اما این تصاویر کمی متفاوت تر از آن است که تنها محدود به این پایگاه باشه. ولادیمیر پوتین گفته ما راه‌های مختلفی رو برای پایان بحران در سوریه بررسی می‌کنیم، از جمله مسئله برگزاری انتخابات در این کشور، اما گزینه نظامی در دستور کار روسیه نیست. در این حال با بالا گرفتن خبر تحرک نیروهای نظامی روسی در سوریه و همینطور مشاهده ادوات نظامی روسی که جدیداً در سوریه مستقر شده و مسائلی از این قبیل، باعث شده تا جان کری وزیر خارجه امریکا در این باره به روسیه هشدار بده. وزارت خارجه امریکا در بیانیه عنوان کرده که جان کری در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسیه خودش هشدار داده که مداخله روسیه بحران در سوریه رو پیچیده تر خواهد کرد. نیروهای نظامی قطر مجهز به اسلحه سنگین و نیمه سنگین، موشک‌های دفاعی و سامانه‌های ارتباطی پیشرفته از راه گذرگاه الودیعه در مرز عربستان سعودی وارد یمن شده و قرار است در استان معارب مستقر شوند. بنابر گزارش شبکه خبری الجزیره، در شامگاه روز یکشنبه 15 شهریور نیروهای قطری که شمار آنها به 2000 تن میرسد به وسیله 200 نفر بر زرهی و تعدادی خودروی هامر به یمن فرستاده شدند. بنابراین گزارش دومین بخش از نیروهای قطری با شمار بیشتر نیرو و حجم بالاتری از اسلحه و تجهیزات نیز وارد عربستان سعودی شدند و قرار است روز دوشنبه 16 شهریور وارد یمن شوند تا در عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شبه نظامیان حوثی و متحدانشان شرکت کنند. با ورود نیروهای قطری به یمن، شمار نیروهای نظامی ائتلاف عربی در این کشور به حدود 10,000 تن خواهد رسید. تحول اخیر پس از آن روی می دهد که روز جمعه 13 شهریور اصابت موشک به یک انبار اسلحه و مهمات در یکی از پایگاه‌های محل استقرار نیروهای ائتلاف عربی در استان معارب به کشته شدن دست کم 45 نیروی اماراتی، 10 نیروی عربستانی و 5 نیروی بحرینی انجامید. پس از این انفجار جنگنده‌های ائتلاف عربی به حملات خود به مواضع حوثی‌ها به ویژه در صنعا شدت بخشیدند. در همین حال نایف البکری استاندار عدن روز یکشنبه 15 شهریور اعلام کرد دو لشکر، یکی اماراتی و دیگری عربستانی، متشکل از حدود 8,000 نیرو با تجهیزات کامل، کمربندی امنیتی گرداگرد عدن ایجاد کردند تا مانع از حملات احتمالی حوثی‌ها به این شهر یا دیگر ناامنی‌ها در آن شوند. عدن پایتخت موقت دولت عبد رب منصور هادی اعلام شده است. همزمان در تحولی دیگر مرضیه افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران از عربستان سعودی خواسته است به سیاست‌هایی که منطقه را به آتش کشیده خاتمه دهد. خانم افغان روز یکشنبه 15 شهریور عربستان را متهم کرد که به گروه‌های افراطی و تروریست کمک می‌کند. پیش از این و در پی دیدار ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، عادل الجبیر گفت با حل شدن مسئله اتمی اکنون عربستان میتواند بیشتر بر فعالیت‌های شرورانه ایران در منطقه خاورمیانه متمرکز شود.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه 13 شهریور ماه با تأکید بر حمایت این پادشاهی از توافق اتمی با ایران گفت ما اکنون مشکل کمتری در مقابله با این کشور داریم. عملیات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی زمانی علیه حوثی‌ها و وابستگان رئیس جمهوری مخلوع علی عبدالله صالح آغاز شد که حوثی‌ها با کمک سپاه پاسداران رژیم ایران و دریافت سلاح‌های پیشرفته ضمن نقض تعهدات خود در گفتگوهای آشتی ملی به حمله گسترده‌ای برای اشغال یمن و برپایی جمهوری اسلامی دست دادند. شماری از مقامات سپاه نیز با اعلام اینکه پایتخت چهارم عربی را بعد از بغداد و دمشق و بیروت تسخیر کردند بر نگرانی سعودی‌ها و متحدانشان افزودند به گونه‌ای که چاره‌ای به جز حمله نظامی باقی نماند. شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری در همایش توسعه نقش آفرینی زنان تعاونگر در کارآفرینی و اشتغال مهمترین چالش اقتصادی دولت را موزل بیکاری دانست و از آمار بیکاری بالای 40% زنان تحصیل کرده ایرانی خبر داد. وی به بیکاری دختران فارغ التحصیل و زنان سرپرست خانوار اشاره کرد که به گفته او نه تنها خودشان متضرر می شوند بلکه اقتصاد کشور نیز ضرر می بیند، زیرا که سرمایه گذاری که دولت برای تحصیل این افراد کرده به چرخه اقتصاد باز نمی گردد. معاون رئیس جمهوری تصریح کرد در دهه‌های اخیر به واسطه رشد تحصیلات دانشگاهی دختران نمره قابل قبولی گرفته ایم، اما در زمینه تبدیل این دانش آموختگان به نیروی انسانی هنوز نتوانسته ایم موفق باشیم. حدود 2 ماه پیش وزارت کار ایران نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که مشخص می کرد نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاه ها از متوسط نرخ بیکاری در ایران بالاتر است. متوسط بیکاری در ایران در سال گذشته خورشیدی در حدود 11% اعلام شده است. خانم ملاوردی همچنین به زنان شدن فقر و روند روبه رشد زنان سرپرست خانوار اشاره و تاکید کرد این زنان را باید در اولویت صف اشتغال قرار داد. او به دلیل دشواری سرمایه گذاری در بخش خصوصی و مشکلات عدیده در بخش دولتی بهترین بخش برای اشتغال زایی زنان را بخش تعاون دانست. معاون امور زنان ریاست جمهوری گفت دولت می تواند از طریق حذف قوانین دست و پاگیر، تسهیل حمایت از زنان تعاونگر و اعتماد به توانایی زنان مشارکت اقتصادی زنان را در این مسیر افزایش دهد. در خرداد ماه سال جاری آزمون استخدامی دولت برگزار شد. در آزمون خرداد ماه از میان 2800 شغلی که برای آنها آزمون استخدام برگزار شد 2284 شغل مختص مردان، 500 شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها 16 شغل مختص زنان بوده است. حمایت و انتقاد از توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی همچنان محل مناقشه چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در ایران و آمریکا است. در تازه‌ترین واکنش، کولین پاول، وزیر امور خارجه آمریکا در دولت جمهوری‌خواه جورج بوش، این توافق را خوب توصیف کرده و گفته مخالفان این توافق فراموش کردند که رهبران ایران در 10 سال گذشته در یک سوپر بزرگراه و بدون محدودیت سرعت برای ساخت سلاح اتمی حرکت می کردند. آقای پاول که یک شنبه صبح در شبکه خبری NBC سخن می گفت تأکید کرد آنچه را که ایران پذیرفته مانند کاهش تعداد سانتریفیوژها، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و از کار انداختن راکتور تولید کننده پلوتونیوم در عراق واقعا چشمگیر است. مخالفان توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی از این نگرانند که این توافق باعث تسریع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی شود. همزمان دبی اوسرمن شولتز از نمایندگان یهودی مجلس نمایندگان و رئیس کمیته ملی حزب دموکرات نیز در حمایت از توافق اتمی با ایران گفت تصمیم گیری برای تایید توافق اتمی سخت‌ترین کاری بود که طی 23 سال گذشته از زمانی که به عنوان نماینده انتخاب شده انجام داده است.
وی در یادداشتی در روزنامه میامی هرالد نوشت توافق صورت گرفته بالاترین بخت را برای امنیت آمریکا، اسرائیل و دیگر همپیمانان ایجاد می کند. تا کنون شمار حامیان توافق اتمی در سنای آمریکا به 38 نفر رسیده است. در همین حال بن کاردین از ایالت مریلند و عضو کمیته روابط خارجی سنا مخالفت خود را با توافق اتمی اعلام کرد و گفت این توافق به برنامه اتمی ایران مشروعیت می‌دهد. آقای کاردین در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست نوشت بعد از بررسی طولانی من به این توافق رأی منفی دادم، زیرا بعد از گذشت 10 تا 15 سال ایران می‌تواند در مدت زمانی کوتاه اورانیوم لازم برای ساخت بمب اتمی را غنی‌سازی کند. همزمان در ایران عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز یکشنبه 15 شهریور ماه برای ادای توضیحات در کمیسیون ویژه بررسی توافق اتمی در مجلس ایران حاضر شد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق اتمی در مجلس ایران به نقل از آقای عراقچی گفت ایران چون به پیشرفت‌های قابل ملاحظه موشکی و تسلیحاتی رسیده و تحریم‌های آن را هم رعایت نمی‌کند، در نتیجه لغو تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی در قطعنامه سازمان ملل خط قرمز تهران نبود. آقای نقوی حسینی به نقل از آقای عراقچی گفت برجام ضمیمه ای از قطعنامه سازمان ملل در پی توافق اتمی 23 تیر ماه است، اما قطعنامه بخشی از برجام نیست. آقای عراقچی گفته است به این ترتیب نقض برجام موجب بازگشت تحریم ها می شود، اما نقض قطعنامه موجب بازگشت تحریم ها نمی شود و مطابق همین قطعنامه نیست تحریم های تسلیحاتی و موشکی بلافاصله لغو نخواهند شد. عباس عراقچی در توضیح به کمیسیون مجلس ایران گفته است به همین دلیل طرح این موضوع در قطعنامه شورای امنیت خط قرمز تهران نبود است، ولی طرف ایرانی مایل نبود که این موضوع در توافق اتمی مطرح شود. بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد محدودیت‌های ایران در زمینه فناوری موشک بالستیک برای 8 سال و محدودیت سلاح سنگین برای 5 سال باقی خواهد ماند. قطعنامه شورای امنیت تحریم سلاح‌های متعارف علیه ایران را نیز برای 5 سال دیگر نگه می‌دارد. بنابر گزارش دیگر در جلسه روز یکشنبه در مجلس آقای عراقچی از اقدام یک نماینده مجلس در پرهیز از گفتگو با نماینده دولت در برنامه‌ای در صدا و سیما انتقاد کرد. عباس علی منصوری عضو کمیسیون ویژه مجلس گفت آقای عراقچی گفته است که آقای بعیدی نژاد در ساعت 10 در صدا و سیما حضور یافت و به مدت 45 دقیقه در آنجا منتظر ماند. نهایتاً به وی گفتند از برنامه حذف شده است. این برخورد با آقای بعیدی نژاد صحیح نبوده است. آقای منصوری همچنین گفت یکی از نمایندگان در این جلسه از آقای زاکانی در مورد اتفاقات مربوط به حضور او و بعیدی نژاد در گفتگوی ویژه خبری سوال کرده و آقای زاکانی گفته است من به برنامه گفتگوی ویژه خبری دعوت شدم و قرار بود در مورد بیانات رهبر و نقش مجلس در بررسی برجام صحبت کنم که خبر دادند برای این گفتگو فرد دیگری نیز در نظر گرفته شده. من گفتم به دلیل آنکه در مورد نقش مجلس صحبت می شود فقط باید نمایندگان حضور داشته باشند و صحبت کنند و فرد دیگری جز نماینده نباید در این گفتگو حضور داشته باشد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دستور داده است ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در قوه قضاییه تشکیل شود. بنابر بخشنامه‌ای که روابط عمومی قوه قضاییه روز شنبه 14 شهریور منتشر کرده، مسئولیت تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مراکز استانها بر عهده ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور است و این ستاد می تواند برای اقدامات خود از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط هم استفاده کند. در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است رؤسای دادگستری در هر استان باید با تعیین شعبه هایی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی کنند. در کلیه شهرستان‌های استان نیز ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام می‌دهد. در متن این بخشنامه آگاه‌سازی عمومی و توجیه،
ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، کاندیدات‌ها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از جمله وظایف این ستاد ذکر شده است. در پایان این بخشنامه آمده است که اجرای این وظایف از سوی این ستاد نقش موثری در اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی خواهد داشت. دهمین دور انتخابات مجلس و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری قرار است به طور همزمان روز جمعه 7 اسفند 94 در سراسر ایران برگزار شود. صدور این بخشنامه جدید در حالی است که مسئله نظارت بر انتخابات در هفته‌های اخیر به محل مناقشه میان حسن روحانی و رئیس جمهوری ایران با شورای نگهبان بوده است. آقای روحانی در انتقاد از دخالت شورای نگهبان در اجرای انتخابات گفته بود کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است. رئیس قوه قضاییه روز دوم شهریور سخنان آقای روحانی را عوامانه خواند و شورای نگهبان خواست تا در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است محکم بایستد. منابع نزدیک به حزب الله لبنان اخبار مرتبط با حضور واحدها و جنگنده‌های ارتش روسیه در یکی از پایگاه‌های نزدیک دمشق پایتخت سوریه را تایید کردند. به گزارش روز یکشنبه 15 شهریور روزنامه لبنانی الاخبار، حملات هوایی جنگنده‌های سوخوی 27 و 34 ارتش روسیه به مواضع گروه‌های مخالف دولت سوریه در غرب استان ادلب صحت دارد. این گزارش در حالی منتشر شده است که دولت آمریکا نگرانی خود را نسبت به تحرکات نظامی روسیه در سوریه به مسکو ابراز کرد. روزنامه لبنانی الاخبار در گزارش خود به برخی از گزارش‌های منتشره کاربران شبکه اجتماعی نزدیک به دولت سوریه اشاره کرده که از اقدام‌های نظامی روسیه در حمایت از نظام بشار اسد خبر می‌دهند. الاخبار با آغاز آنچه جنگ مستقیم طرف‌های ایرانی و روسی در کنار نظام سوریه با مشارکت خلبان‌های روس در مأموریت‌های جنگی نامیده نیز اشاره کرده است. در تحولی دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا به همتای روسی خود خبر داده که واشنگتن از گزارش‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی حاکی از عزم مسکو برای اقدام نظامی بزرگ در سوریه نگران است. بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه 14 شهریور جان کری در گفتگو با سرگئی لاوروف نگرانی خود را از گزارش‌های منتشر شده درباره تحرکات نظامی روسیه در سوریه ابراز کرده است. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، چون این اقدامی میتواند به تشدید تنش، کشته شدن شمار بیشتری از غیرنظامیان و افزایش شمار آوارگان بیانجامد. در خبری دیگر، یک مسئول بلندپایه آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته است گزارش‌های به دست آمده از وجود طرحی شامل انتقال واحدهای مسکونی پیش ساخته برای صدها نفر به پایگاهی هوایی در نزدیکی شهر ساحلی لازقیه، یکی از مهمترین پایگاه‌های حکومت اسد، حکایت دارد. این مقام آمریکایی گفته است روس‌ها همچنین از برخی از کشورهای همسایه سوریه خواستند تا اجازه پرواز هواپیماهای نظامی روسیه را بر فراز حریم هواییشان بدهند. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته روسیه در واقع تیمی نظامی به سوریه اعزام کرده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نامشان را ذکر نکرده نوشته است با وجود اینکه تاکنون نشانی از عزم روسیه برای اعزام حجم بزرگی از نیروهای زمینی به سوریه وجود ندارد، اما این واحدهای مسکونی پیش ساخته می تواند برای 1000 مشاور نظامی سرپناه فراهم کند و این امکان را فراهم می کند که فرودگاه لازقیه به مرکز امداد یا پایگاهی برای پرواز جنگنده‌های روسی به منظور حمله هوایی به مواضع مورد نظر تبدیل شود.
در گزارش دیگر روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته است سازمان اطلاعات آمریکا تصاویری گرفته شده توسط ماهواره‌های جاسوسی جمع‌آوری کرده است. بنابراین گزارش به نقل از یک منبع امنیتی آمریکایی نشانه‌هایی از تحرک روسی در داخل سوریه وجود دارد که از حمایت نظامی پیشین روسیه از نظام اسد که شامل کمک تسلیحاتی و آموزشی بود فراتر می‌رود. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود هنوز سخن گفتن از مشارکت نظامی روسیه در سوریه به منظور مشارکت در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی زود هنگام است. آقای پوتین روز جمعه 13 شهریور گفت کشورش کمک‌های مهمی شامل مهمات نظامی و آموزشی به نیروهای ارتش سوریه ارائه می‌دهد.